مسابقات لیگ ملی بزکشی به تاریخ 24 ماه فوریه آغاز شد و روز سه شنبه اول ماه مارچ مسابقه حذفی میان تیم‌های ولایت قندهار و بدخشان در حضور حدوداً 5000 تماشاچی به شمول اعضای گروه طالبان برگزار شد. سالهای قبل این بازی‌ها اغلب در سایه تهدید حملات برگزار می‌شد و چاپ‌اندازان در صورت بازی برای تیم ولایت دیگر از سوی هم‌ولایتی‌های خود به مرگ تهدید می‌شدند. اما سرکوب شدید طالبان ذهنیت بسیاری‌ها را از جمله گلبدین اسماعیل خیل کپیتان تیم قندهار و قهرمان لیگ سال گذشته را تغییر داده است و حالا بازیکنان یک ولایت در تیم ولایت دیگر بازی می‌کنند. آقای اسماعیل خیل از ولایت بلخ است و این بار در تیم قندهار بازی کرد. تفاوتی خود نداره، همه تیمی که سال قبل هم کمی تیم ما در گروپ روبرو شده بودیم، همه تو یک بازی جذاب داشتیم، مگر این بازی باز بسیار جذابیت زیاد داشت و بسیار ازو کده دیگه خوب بود. دیگه تفاوتی نیست که دایی لیگ همون مردم هست و همون تیم هست، میاد دیگه دایی سیاسی نیست که دایی یکان تفاوت آمده باشه، هیچ مشکلی دایی نامده این لیگ. هنگامی که تیم قندهار برنده بازی شد، بسیاری ها با شور و شوق بازیکنان این تیم را تشویق کردند و لحظه بحران اقتصادی جاری در کشور را به فراموشی سپردند. گرچند فقر و بیکاری و بیچارگی زیاد است، به خاطر که ما شوق و علاقه که داشتیم به مسابقات بزکشی، عنوانات تاریخی زیاد، قدیمی زیاد داره، ما از بلخ آمدیم برای تماشای مسابقه بزکشی. طالبان با گرفتن دوباره قدرت در افغانستان روش نرمتری از حکومت خشن قبلی را وعده دادند. این گروه در دوره اول حاکمیت خود اکثر ورزش ها از جمله فوتبال را منع کرده بودند، زیرا در این بازی پاهای مردان نمایان می شود. هر غلوبی چې هغه شری ممانعت و نه لري د افغانستان حکومت هغوی ته اجازه ورکوي او د هغوی حمایه کوي. د دې دپاره د افغانستان د حکومت لخوا څخه د المپیک مستقله اداره ده چې د بزکشۍ د لیګ تر څنګ فوټبال او ځینې نورې غیژنیونه او ځینې نورې دودیزې لوبې دا ټول حمایه کیږي. لیگ ملی بزکشی افغانستان با دادن کپ قهرمانی از سوی یک مقام طالبان به تیم قندهار به پایان رسید. کندز و قندهار سال گذشته نیز در رقابت‌های نهایی با هم روبرو شدند، ولی مسابقه نهایی پس از یک هشدار امنیتی در دقیقه 40 متوقف و با جنجال خاتمه یافت. این بار 6 ماه پس از بازگشت گروه بنیادگرای طالبان، لیگ ملی بزکشی تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد.